سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جا هستید صحیح و سلامت باشید. خیلی از دوستان در مورد نحوه ساخت بکینگ ترک داخل کامنت ها سوال میکنن و حالا تولید این ویدیوهایی که داخل یوتیوب میبینید از من، و گفتم داخل این ویدیو یکم در موردش توضیح بدم. کلا بکینگ ترک معنیش این هست، بکینگ ترک هر سازی فرق داره. یعنی شما بکینگ ترک گیتار رو که میگیم، معنیش این هست که ما یه ترک داشته باشیم که گیتارش ازش گرفته شده باشه، مثلا درام داشته باشه، گیتار بیس داشته باشه و حالا یا صدای خواننده هم داشته باشه، فقط اون چیزی که ما میخوایم خودمون بزنیم ازش گرفته شده باشه. مثلا اگر بخوایم ملودی بزنیم یا حالا یه سولو بزنیم، حتی گیتار هم داخل بکینگ ترک باید باشه، چون که ریتم باید داخل بکینگ ترک باشه، ما میخوایم فقط ملودی رو بزنیم. بکینگ ترک وکال میشه اون ترکی که همه چی داخلش باشه، گیتار داخلش باشه، درام داخلش باشه، بیس داخلش باشه، فقط اون صدای خواننده ازش گرفته شده باشه که اون کسی که میخواد تمرین کنه اون ترک رو بذاره و باهاش بخونه و تمرین کنه. حالا این بکینگ ترکی که مد نظر ما هست و داخل این ویدیوها میبینید، مثلا ممکنه فقط گیتار باشه، یعنی اون ریتم رو من ضبط کرده باشم، درام و بیس نداشته باشه، اما یه بکینگ ترک کامل باید درام داشته باشه، بیس داشته باشه و ریتم هم داشته باشه که شما بتونید ملودی بزنید باش. حالا ما چطور میتونیم بکینگ ترک بسازیم؟ اول شما میتونید بکینگ ترک ها رو دانلود کنید، یعنی همین بکینگ ترک هایی که من میذارم مثلا، یا اینکه بکینگ ترک هایی که کسای دیگه میذارن، یا بکینگ ترک هایی که میشه دانلود کنی از داخل اینترنت. مثلا سایت guitarbackingtracks.com خیلی از بکینگ ترک های آهنگ های خارجی رو آماده داره. پس یه راهش اینه که از بکینگ ترک های آماده استفاده کنید. حالا شاید یه آهنگ باشه که شما بخواین تمرین کنید اون آهنگو و بکینگ ترکش نباشه، یا اینکه شاید دوست داشته باشید خودتون واسه خودتون بکینگ ترک بسازید. این یه سری مراحل داره که اولین مرحلهش این هست که با نرم افزار ریف استیشن، نرم افزار ریف استیشن رو داخل کامپیوتر خودتون نصب میکنید و آکورد های اون آهنگ رو در میارید، اون آهنگ رو داخلش در واقع باز میکنید و آکورد ها رو در میارید. اگر ملودی هم داره، ملودیش رو هم با گوش در میارید، که در مورد این بازی ویدیو دارم که لینکش رو میذارم آخر ویدیو. شما وقتی ریف استیشن رو توی کامپیوترتون باز میکنید و یه فایل MP3 رو داخلش باز کنید، آکوردهای اون آهنگ میاد، یعنی چند ثانیه طول میکشه تا لود بشه و آکوردها میاد. البته 100% درست نیست آکوردها، ولی خب یک در واقع حدودی بهتون میده که آکوردهای آهنگ از چه آکوردهایی تشکیل شده آهنگ. وقتی که این آکوردها رو در آوردید، بعد ببینید ریتمتون چی هست و از 4 تا ریتم 2-4، 3-4، 4-4 و 6-8 خارج نیست آهنگای حالا پاپ ایران، مثل آهنگای راک نیست که حالا مثلا از کسر میزان های غیر معمول، مثلا 5-8، 7-8 کسر میزان های اینجوری استفاده نمی کنن آهنگای پاپ ایرانی. و با گوش دادن به صدای درام آهنگ میتونید این ریتم رو در بیارید، یعنی اون ریتمایی رو که بلدید بزنید با اون آکوردهایی که میبینید. اگر جور در اومد، مثلا از 2-4 شروع کنید بزنید با آهنگ، اگر جور در اومد که میشه 2-4، اگر جور در نیومد به 3-4 رو بزنید. البته 4-4 و 2-4 اینها با هم جایگزین میتونن بشن، یعنی یا آهنگ که 4-4 هست میتونید باری تو 2-4 هم حتی بزنیدش یا برعکس. پس آکوردها رو در میارید، ریتم رو در میارید و ملودی رو در میارید. بعد که این کارا رو کردید، اینا رو میتونید توی برنامه گیتار پرو بنویسید. باز برنامه گیتار پرو هم جدا دانلود میکنید، روی کامپیوترتون نصب میکنید، یه ترک درست میکنید، ریتم رو داخلش مینویسید، یه ترک درست میکنید، ملودی رو مینویسید، این میشه 2 تا ترک. باز در مورد این هم ویدیو دارم که باز لینک اونو هم میذارم آخر همین ویدیو، که چجوری نوتا رو داخل گیتار پرو وارد کنیم. حالا دلیلم داره که میگم داخل گیتار پرو بنویسید، هم یادتون نمیره
همدیگه فایلش رو واسه همیشه دارید، اون ملودی رو که در آوردید حالا با گوش دیگه یک ماه دیگه میخواین اون همون ملودی رو بزنید، فایل گیتاپر رو باز میکنید، دیگه نوت‌ها واسه تون اون نوت‌ها رو که در آوردید داخل فایل گیتاپر رو هست. بعد که این کار رو کردید، حالا فرض کنید میخواین حالا بکینگ ترکتون رو بسازید، گام اولش این هست که حالا گیتارتون رو حتما کوک کنید، چون وقتی میخواین بکینگ ترک بسازید در همه حالات که باید کوک باشه گیتارتون، ولی مخصوصا موقع بکینگ ترک ساختن اگه گیتارتون کوک نباشه خیلی بد میشه، حالا دلیلش هم میگم. بعد به یه میکروفون نیاز دارید، حالا تجهیزاتی که من دارم استفاده میکنم بهتون میگم. میکروفون من MXL440 هست، این میکروفونو باید بزنید داخل کارت صدا، کارت صدای من استاینبرگ UR12 هست، یه کابل به میکروفون وصل میشه، یه کابل میره داخل کارت صدا، بعد این کارت صدا رو با یه کابل USB وصل میکنید به لپتاپتون، وصل میکنید به لپتاپ حالا یا کامپیوترتون، بعد داخل کامپیوترتون بعد یه نرم افزار میزبان رو نصب کنید. نرم افزار میزبان یا هست اون نرم افزاری که شما اون ادیت، تدوین صدا و همه میکس صدا رو داخلش انجام میدید، مسترینگ رو هم میتونید داخلش انجام بدید. اگر خیلی مثلا بخواین حرفه‌ای تر باشه واسه مسترینگ هم باز نرم افزارهای جدا هست، ولی خب من هم واسه میکس هم واسه مستر از همین نرم افزار میزبانم استفاده میکنم. نرم افزارهای میزبان مختلفی داریم، کیوب بیس، استودیو وان، افل استودیو، ریپر و خیلی های دیگه، پرو تولز که تعدادشون هم خیلی زیاد شده دیگه جدیدن. این که از کدوم استفاده کنیم یا کدوم بهتر هست این بستگی به خودتون داره، اون ورک فلوتون یا اون راحت بودن کارتون، باید با چند تا از اینها کار کنید و ببینید با کدوم راحت تر هستید. من از استودیو وان استفاده میکنم، ورژن 4ش، ورژن 5ش هم باز اومده. قبلا از کیوبیس 5 استفاده میکردم، حالا بعضی ها میگن کیوبیس خیلی خوبه، مثلا بهترینش کیوبیس هست، کیفیت صدای کیوبیس خیلی بهتر هست. هیچ فرقی نداره که شما کیفیت صداتون به میکروفون ربط داره، به گیتارتون ربط داره، ولی زیاد به کارت صدا و اون نرم افزاری که استفاده میکنید ربطی نداره، مخصوصا اون نرم افزار. پس یه نرم افزار هست یا میزبان باید دانلود کنید که اینها هم باز قیمتاشون خیلی بالا هست، حالا داخل ایران میتونید از حالا اون نسخه‌ای که دیگه خودتون میدونید به چه شکل هست از اونها استفاده کنید. اگر شرایطشو دارید حتما اینها رو خریداری کنید تا اون افرادی که زحمت کشیدن و این نرم افزارها رو ساختن، چه این نرم افزار میزبان، چه اون گیتار پرویی که گفتم، چه اون ریف استیشن نمیدونم فری باشه یا نه، اینها بالاخره باید زحمتشون جبران بشه. بعد که این نرم افزار رو دانلود کردید، نصبش کردید، کارت صداتون رو شناسایی میکنه، یه ترک داخلش میسازید، آدیو ترک، و اسمشو میذارید حالا ریتم 1، یه دونه ترک دیگه میسازید اسمشو میذارید ریتم 2، دو تا ترک ریتم میسازید. بعد همونجور که گفتم گیتارتون رو کوک میکنید، مترونوم نرم افزار رو روشن میکنید، چون مترونوم هم داره نرم افزار، تمپوتون رو، تمپوی آهنگ هم باز از ریف استیشن تمپو رو هم نشون میده ریف استیشن، از اونجا دیگه میدونید، و گیتار رو میارید شروع میکنید به ریتم زدن. مترونوم روشن میکنید داخل اون برنامه، دکمه ریکورد اون برنامه رو میزنید و داخل اون ترک ریتم 1 شروع میکنید به ریتمتون رو ضبط کردن، حالا هر چند تا میزان میتونه باشه. بعد که ریتم 1 رو ضبط کردید، دقیقا همین چیزایی رو که تا الان ضبط کردید یه بار دیگه ضبط میکنید داخل ترک ریتم 2، و دلیلش هم این هست که اگر بخواید صداتون استودیویی بشه باید دو بار این ریتم رو ضبط کنید، یکیشو پن بدید به لفت، یکیشو پن بدید به رایت، یعنی یک دونهشو بفرستید به اسپیکر سمت چپ، یک دونهشو بفرستید به اسپیکر سمت راست، و دلیلش هم این هست که اینجوری صدا استودیویی میشه. اگر یک بار ریتم رو ضبط کنید این میشه صدای مونو،
حتی اگر یک بار ضبطش کنید همونو کپی کنید، ریتم یک رو کپی کنید داخل ریتم دو، یعنی دوبار ضبط نکنید، باز همین هم صدا میشه مونو، چون که این دوباری که شما ریتمو زدید هر چقدر هم دقیق زده باشید با مترونوم یک مقدار با هم دیگه مچ نیست و همین مچ نبودن خوب هست، باعث میشه صدا استودیویی بشه. پس یکیشو پن میدید به کلن لفت داخل نرم افزار هست، یک خطی هست میبریدش تا چپ، یه دونهشو میبرید تا راست، این میشه گیتار ریتمتون، ریتم گیتارتون. بعد چیز دیگه ای که نیاز داریم بیس هست. بیس هست که اونو من داخل گیتار پرو می نویسم، یعنی بیس یک آهنگو، و کار خیلی سختی هم نیست. اگر بلد هستید بیس بزنید که بهترین کار اینه که گیتار بیس داشته باشید، بیستونو بزنید، گیتارتونو بزنید به کارت صدا، بیس رو هم باز ضبط کنید، این میشه بهترین حالتش. ولی خب شاید اکثر گیتاریستا بیس و درام زدن رو بلد نباشد، بخاطر همین واسه این دوتا از اینسترومنت های همون برنامه ها استفاده میکنیم، که من از برنامه تریلیان استفاده میکنم. البته قبلش باید این بیس رو داخل گیتار پرو نوشته باشید، اون گیتار پرو که گفتم یه ترک ریتم میسازید، یه ترک ملودی، یه ترک هم واسه بیس میسازید. و بیس ساختن هم کار سختی نیست، حالا حالت سادهش رو بخوام بگم، مثلا اگه آکوردتون بی ماینر یا همون سی مینور هست، نوت بی رو واسه بیستون در نظر بگیرید، هر آکوردی دارید همون نوت رو واسهش در نظر بگیرید، همون یک تک نوت کافی هست واسه بیس. این ترک رو داخل گیتار پرو می نویسید میدی، به صورت میدی، بعد میخوایم اکسپورتش کنیم. باز درام رو هم داخل گیتار پرو من می نویسم، که حالا اون ضربات های هت داریم، یه ریتم 4/4 ساده میتونه از مثلا 4 تا ضرب تشکیل شده باشه، ضرب اولمون کیک باشه، ضرب دوممون اسنر باشه، دوباره یه دونه کیک یه دونه اسنر، و داخل تمام ضرب ها باز های هت هم داشته باشیم. باز ریتم نویسی درام هم نمیخوایم حالا زیاد سختش بکنیم، همون یه ریتم ساده، یا اگر 6 8 باشه توی یک میزان گیتار پرو 6 تا های هت بذارید، ضرب اول و کیک بذارید، ضرب چهارم اسنر، یعنی بشه 1 2 3، اون یک کیک بزنه، 4 اسنر بزنه، روی تمام شمارها های هت هم بزنه، این میشه مثلا یه ریتم 6 8. بعد که این دوتا رو داخل گیتار پرو نوشتید، داخل گیتار پرو اکسپورتش میکنید به صورت میدی، یعنی خارجش میکنید از گیتار پرو به صورت میدی، توسط نرم افزار میزبانتون بازش میکنید، این دوتا ترک که نوشتید داخل گیتار پرو، بیس و درام. وقتی که توسط این نرم افزار میزبانتون بازش کردید، باید از طریق یه برنامه اجراش کنید. واسه بیس همونجور که گفتم از تریلیان من استفاده میکنم، واسه درام از دوتا نرم افزار هست، یکی ایزی درامر، یکی سوپریر درامر، که باز نرم افزارهای دیگه هم هستن، من از اینا استفاده میکنم، اینها رو با اینها راحت تر هستم، صداشون هم که خیلی خوب هست، یعنی مخصوصا سوپریر درامر که الان از نسخه 2ش استفاده میکنم، نسخه 3ش هم اومده. پس اینم از درام و بیستون. شما ریتمتون هم ضبط کردید، دیگه فقط میمونه ملودی، ملودی رو بخواین بزنید، که اون ملودی رو هم دیگه اگه بخواین از خودتون ویدیو بگیرید، دیگه موقع ویدیو باید ملودی رو بزنید، که حالا میگم باز اونو هم چجوری داخل ویدیو من میزنم و صدا رو با تصویر مچ میکنم. خب حالا تا اینجای کار شما اون پایه و اساس اون بکینگ ترکتون رو ساختید، میتونید یک کارهای دیگه اضافه هم انجام بدید، مثلا روی ریتمتون اون دوتا گیتاری که واسه ریتم ضبط کردید، اولین کاری که میکنید میتونید انجام بدید اینه که یه دونه EQ بذارید روشون. EQ مثل یک فرکانس رو در نظر بگیرید، حالا از 0 هرتز تا مثلا 25000 هرتز یا بیشتر. این فرکانس رو که در نظر میگیرید، ما یه سری از این فرکانس ها رو نمیخوایم، مثلا وقتی که با گیتار دارید یه صدا رو ضبط میکنید با گیتار حال کلاسیک، یک صدای بومی هست داخل ترکتون که اینو باید
مثلا از 100 هرتز کمتره. اول یه سری از فرکانساش هست که اصلا گوش انسان نمیشنوه. ولی خب این 100 هرتز رو باید کات کنید با یک برنامه‌ای که حالا به صورت استاک داخل نرم‌افزارهای میزبان هست، مثلا داخل همین استودیو وان هست، یا باز میتونید از VST های ترد پارتی، یعنی VST های دیگه استفاده کنید که من از پروکیو استفاده میکنم. پس اینو از 100 هرتز کات میکنید که فرکانس های قبل از 100 هرتز شنیده نشه. باز فرکانس های بعد از 20,000 هرتز رو هم کات میکنید، اون فرکانس های زیری که شاید حالا اون صدای پیک باشه، این صدایی که آزاردهنده هست. باز میتونید فرکانس های دیگه رو هم بین این دوتایی که گفتم، اون میدرنج صداتونو، اون میدرنج صداتونو هم اون فرکانس های آزاردهنده رو پیدا کنید، اونا رو هم کات کنید، یا بعضی از فرکانس ها رو بوست کنید، ببرید بالاتر اون قسمتی رو که میخوان. پس این EQ میشه که میتونید هم روی ریتم گیتار هم روی لید گیتار، اون گیتاری که ملودی میزنه، این کار رو انجام بدید. باز روی بیس و درام هم میتونید این کارا رو انجام بدید. دیگه میتونید صدا رو کمپرس کنید، یعنی صدا رو یکم فشرده ترش کنید. باز یه پلاگین هست از ویوز که من از اون استفاده میکنم، باز میشه صدا فشرده تر بشه، یعنی یه جورای بلندتر هم میشه. اونم یه کمپرسور هست که استفاده میکنم، و قبل از همه اینها از یه دونه دینویز هم استفاده میکنم، از ایزوتوپ RX Voice Denoise. این باعث میشه اون هوای صدا گرفته بشه، اون هوای صدای گیتارتون گرفته بشه. ایزوتوپ RX Voice Denoise، اینو اول از همه توی اون افکتاتون بذارید. من اول اونو میذارم، بعد EQ رو میذارم، بعد کمپرسور رو میذارم، و آخر کارم میتونید یه دونه لیمیتر بذارید که صداتون رو لیمیتر، صداتون رو میتونید بلند کنید، یعنی صدای اون ترک رو بلند کنید بدون اینکه دیستورشن داخل صدا ایجاد بشه. دیستورشن یعنی صدا رو بد میشه صدا، یعنی از اون 0 dB یا همون دسیبل که برید بالاتر، داخل نرم افزارهای میزبان یه دونه یه چیز قرمز نشون داده میشه، این هیچ وقت از 0 نباید برید بالاتر. به خاطر همین صدا رو اگر با خود اون کلید والیوم اون ترک ببرید بالا، ممکن از 0 برید بالاتر. ولی با لیمیتر میتونید مشخص کنید که صدا از یه حدی نره بالاتر، یک حدی رو واسهش مشخص میکنید تا اونجا رو ببره بالا، دیگه از اون حد بالاتر نره. باز برنامه های مختلف، VST های مختلف واسه لیمیتر هست. من از فاب فیلتر پرو ال استفاده میکنم، با این صدا رو زیاد میکنم که میبینید صدای ویدیو ها مثلا زیاد هست. اینو هم میتونید داخل اون ترک ریتمتون به کار ببرید، این افکت هایی که گفتم، حالا به هر ترتیبی که خواستید. و یک افکت دیگه که میتونید به کار ببرید ریورب هست که به صدا حجم میده. باز واسمونم از والهالا روم من استفاده میکنم. کلن والهالا چند تا ریورب داره که مثلا اینه که داخل یک اتاق خالی دارید گیتار میزنید، یا داخل یک حال خالی دارید گیتار میزنید. باز ستینگ های مختلف داره، داخل یک کنسرت، یک حال کنسرت بزرگ دارید گیتار میزنید. اینو هم باز میتونید به افکتاتون اضافه کنید، افکت ریورب بهش میگن. واسه ریتم تا همین افکت ها رو استفاده میکنم دیگه. افکت مثلا اکو یا دیلی و واسه ریتم معمولا من استفاده نمی کنم، معمولا دیگران هم استفاده نمی کنم. دیلی و واسه اون ملودی که ما خواهیم بزنیم واسه اون ترک استفاده می کنم، که حالا میگم واسه اون چی استفاده می کنم. این میشه ریتمتون و افکت هایی که میتونید به کار ببرید واسه ملودی. افکت اکو، اچ دیلی از ویوز، اچ دیلی استریو از ویوز استفاده می کنم. و واسه ملودی هم دیگه نیازی نیست دوتا ترک ضبط کنید، یکیشو پن بدید به لفت، یکیشو پن بدید به رایت. همون یک ترک که ضبط کنید کافی است، فقط یه دیلی استریو میندازید روش و این صداشو خوب میکنه، دیگه نیازی نیست دوبار ضبطش کنید. همه این کارا رو که کردید، حالا فرض کنید ملودی رو هنوز ضبط نکردید، داخل نرم افزار میزبانتون اینا رو دارید دیگه، دارید ریتمتون رو دارید، بیستون رو دارید، درامتون رو هم دارید.
بعد فرض کنید حالا میخواین مثل من یه ویدیو بگیرید، ملودی رو بزنید. کاری که میکنید باید هدفونتون رو بزنید داخل کارت صداتون که صدا از هدفونتون بیاد بیرون یا از همون هنسفریتون بیاد بیرون. بعد حالا دوربینتون رو میذارید، این هدفون هم توی گوشتونه و این صداها رو داخل هدفون دارید میشنوید. صدای ریتم، این گیتاری که ریتم داره میزنه و اون بیس و درام داخل گوشتون دارید گوش میدید. این میکروفون هم جلوتون هست، یه ترک هم واسه ملودی داخل نرم افزار میزبانتون ساختید. بعد ریکورد رو میزنید، ریکورد دوربین رو میزنید، ریکورد اون ترکتون رو هم میزنید، اون صدا توی گوشتون داره پخش میشه. اما یه جوری باشه که میکروفون اون صدا رو نگیره، چون که میخوایم این ملودی که میزنیم شاید بخوام یه تغییرات بدیم توش، مثلا همون دیلی که گفتم، همه اون تغییراتی که روی ریتم میدیم، EQ، کمپرسور، لیمیتر، همه اینها رو روی ملودی هم میتونیم بدیم، یعنی باید هم بدیم. به خاطر همین میخوایم جدا باشه صدای این ملودی که میزنیم، جدا باشه که بخوایم اون تغییرات رو توش بدیم یک کم از اون صداها داخلش نباشه. بعد اون ملودی رو میزنیم، دوربین داره فیلم رو میگیره، نرم افزار میزبانمون داره صدا رو میگیره و بکین ترکمون توی گوشمون هست صداش و این میکروفون فقط داره اون ملودی رو که ما داریم میزنیم، این میکروفون داریم اون ملودی رو فقط داره میگیره. بعد که تموم شد ملودی، ریکورد دوربینتون رو خاموش میکنید، ریکورد نرم افزارتون رو هم خاموش میکنید. این ترکی که توی نرم افزارتون هست، اون پروژه‌ای که داخل نرم افزار میزبانتون هست، از چندین قسمت دیگه تشکیل شده: ریتم، ملودی، بیس و درام. بعد روی اون ملودی هم که الان ضبط شده، روی اون هر تغییراتی رو که میخواین انجام میدید، باز روی اون مستر والیومتون هم اگه بخواین لیمیتر میذارید، باز صدای کلتون رو هم میبرید بالاتر. و حالا این که صدا رو تا چه حد ببرید بالاتر، میتونید یه آهنگ رو بذارید، یه آهنگ پاپ امروزی، یا یک فیلم رو بذارید، یک چیزی که صداش مثلا مهندسی شده، صداش خوب هست، زیاد هست، اون صدای اون رو تا آخر ببرید بالا و بعد صدای آهنگتون رو با اون مقایسه کنید. یه جوری باشه که صدای آهنگتون در حد اون باشه. یا مثلا این ویدیوهای منو ببینید، صدای ویدیوهای منو نگاه کنید، ببینید تا چه حدی هست، تا با اون مثلا مقایسهش کنید. اون لیمیتر رو ببرید بالا تا برسید به همون مقداری که میخواید. بعد این پروژه‌تون رو به صورت فایل ویو اکسپورت میکنید، یعنی تمام این صداها رو به صورت فایل ویو اکسپورت میکنید، میشه یه فایل، همه اینا میشه یک فایل. و اون فیلمی هم که با دوربین فیلم، حالا یا با دوربین فیلم برداری یا با دوربین موبایل گرفتید، اون رو هم دیگه میریزید روی کامپیوترتون. بعد این میشه دو تا فایل، یه دونه فایل که از موبایلتون هست که هم صدا داره هم تصویر، یه دونه فایل که از نرم افزار میزبانتون اکسپورت کردید که فقط صدا داره. حالا ما باید این دوتا رو یکی کنیم. برای این کار یا میشه دیگه ادیت ویدیو، این قسمتش میشه ادیت ویدیو، از نرم افزار پریمیر پرو من استفاده میکنم و داخل فیلم سازی و تقریبا همه دیگه از این نرم افزار استفاده میکنن، نه همه ولی خب یعنی نرم افزار نرمالش واسه این کار همین پریمیر پرو هست. اینو نصب میکنید روی لپتاپ یا کامپیوترتون و بازش که کنید، باز مثل همین نرم افزار میزبان یه پروژه درست میکنید، اون فایل تصویر رو میریزید روی نرم افزار، روی هم نرم افزار اون فایل که از صدا هست اون رو هم میریزید. بعد این فایل رو که میریزید، اون فایلی که از موبایلتون گرفتید، همونجور که گفتم هم صدا داره هم تصویر. حالا کار شاید یکم مشکلش این باشه که بخواین این صدا و تصویری که دارید واسه که از موبایلتون گرفتید با اون صدا، با اون صدایی که از اون نرم افزارتون، اون صدای با کیفیت که اون کارت صداتون ضبط کرده، این دوتا رو باید مچ کنید. برای این کار داخل ویدیو، همون اول ویدیو، میتونید یه دست بزنید، یه دونه دست اینجوری بزنید. الان من دست که میزنم داخل ویوی که الان نرم افزارم داره نصب میکنه، یک چیزی ایجاد میشه، یه ویو خیلی بلندی ایجاد میشه و
مثلا داخل صنعت فیلم سازی اگر نگاه کنید یک چیزایی دارد باش میگن کات، این یه صدایی ایجاد میکنه که بعد میخوان صدا و تصویر رو با هم دیگه مچ بکنه. وقتی که این دست رو میزنید این ویف هم توی نرم افزار میزبانتون به وجود میاد، هم روی اون صدایی که موبایلتون داره میگیره، الان این صدایی که مثلا موبایل من داره میگیره، همین اینو ازش استفاده میکنیم. اون دوتا ترکیو که داریم، یه دونش واسه موبایلمون هست، یه دونش واسه نرم افزار میزبانمون هست. این دوتاش اون آدیوش مشخصه، یعنی جدا هست. توی پریمیر پرو که برزید همون فایلی هم که واسه موبایلتون هست از دو قسمت تشکیل شده، یه دونه ویدیو یه دونه آدیو. اون آدیوشو با اون آدیویی که از نرم افزار میزبانتون گرفتید، اون ویویو که همون دستیو که اول زدید میارید زیر هم که ویوا یکی بشن. وقتی که این کارو کنید باید دقیق دقیق باشه، صدا و تصویرتون هم یکی شده، صدا و تصویرتون یکی شده. و بعد اون آدیو فیلمیو که با موبایلتون گرفتید باید پاک کنید، یا میوتش کنید یا داخل پریمیر پرو آن لینکو بزنید. آن لینکو که بزنید فیلم یعنی تصویر و صدا از هم جدا میشن و میتونید اون صدا رو دیلیتش کنید، پاکش کنید و اون صدای با کیفیت رو دیگه فقط اون باشه. تا اینجا یه کار. و حالا هر ادیتی هم که خواستید روی ویدیوتون انجام میدید، حالا بخواید یه قسمتیش رو کات کنید، بخواید یه سری مثلا اینستاگرامتون رو بذارید روی ویدیو، هر کاری که میخواین انجام بدید انجام میدید. تا اینجا پروژهتون دیگه کامل شده و فایلتون رو با هر ستینگی که بخواید، فول اچ دی یا هر ستینگ دیگه‌ای که دوست داشته باشید، اکسپورت میکنید داخل پریمیر پرو و دیگه اینجای کار آدیوتون رو به صورت MP3 اکسپورت میکنید. یعنی اون تو تنظیمات آدیوی پریمیر پرو گزینه MP3 رو انتخاب میکنید، ویو رو انتخاب نمیکنید چون دیگه اون محصول نهاییتون هست. و حالا اکسپورتش میکنید و همیشه یه ویدیو هم با تصویر خوب هم با صدای خوب، حالا اگر دوربین موبایلتون خوب باشه یا دوربین فیلم برداری خوب داشته باشید. و حالا این ویدیو رو دیگه میتونید آپلود کنید داخل یوتیوب یا حالا هر استفاده که دیگه میخواین ازش بکنید، دیگه ویدیوی آماده هست. این میشه حالا مراحلی که طی میشه تا یه ویدیو آپلود بشه داخل یوتیوب. و یه کار دیگه که میتونید بکنید همون بکینگ ترکیو که ساختید داخل هستتون، اون نرم افزار میزبانتون، اون پروژه رو پاک نکنید، اون پروژه رو دوباره باز کنید، اون ملودی رو که ضبط کردید میوتش کنید و فایل رو به صورت این بار MP3 اکسپورت کنید. وقتی که این کار رو انجام میدید این میشه یه بکینگ ترک MP3، یعنی دیگه اون بکینگ ترک هم حالا دارید. حالا اگر بخواین یه زمانی بفروشیدش، مثل من که مثلا بکینگ ترک ها و نوتا رو میذارم داخل سایتم، حالا بکینگ ترک ها رو که آخر ویدیو هم میذارم، اگر MP3 شو مثلا بخواید باید از سایتم خریداری کنید. اینو دیگه این MP3 شو به صورت MP3 اون بکینگ ترک رو دارید و حالا اگه بخواین تمرین کنید اون آهنگو میتونید این کار انجام بدید، یعنی بکینگ ترک رو به صورت MP3 بذارید توی لپتاپتون پلی بشه و اون ملودی رو حالا هر زمانی که خواستید باهاش تمرین کنید. پس اینم یه کار دیگه که میتونید بکنید و بکینگ ترک رو به صورت MP3 همون قسمتشو فقط، یعنی اون بازه رو که توی نرم افزار میزبانتون هست، اون قسمتایی که حالا مثلا ویدیوهای آموزشی بوده، اون اگر صحبتی کردید داخلش اونا رو دیگه نمیخواد، همون فقط اون بکینگ ترک و اون بازه رو جوری تعیین کنید که اون بکینگ ترک اکسپورت بشه. آره این دیگه کارهایی هست که من انجام میدم واسه ساخت بکینگ ترک، ساخت ویدیو. گیتارم یاماها 370 هست، گیتار کلاسیکم، گیتار سیم فلزیم یاماها F310 هست و کارت صدا و میکروفونو که گفتم. دوربین موبایلم این چیزی که الان دارم باهاش فیلم میگیرم A5 2016 هست که فکر میکنم الان 4 سال باشه که باهاش دارم فیلم میگیرم، که دوربین خوبی هست. باز اون تو تنظیمات پریمیر پرو هم میتونید یه سری کارهای، حالا اگر وارد باشید توی فیلم برداری یا عکاسی،
من زیاد حالا تو این چیزا وارد نیستم که بخوام حالا سچوریشن فیلمو عوض کنم یا اون کارهایی که میکنن که رنگو تصحیح میکنن، باز اون کارها رو هم داخل پریمیر پرو میتونید انجام بدید. پس این میشه کلن روند تولید یه ویدیو که حالا به دست شما داخل یوتیوب میرسه و هر از چند مدت یک بار دوست دارم خودم که به این صورت این ویدیوهای تاکینگ هد یا که رو در رو با هم صحبت میکنیم و بذارم، حالا در مورد هر چیزی که باشه صحبت کنیم با هم. و آره دیگه همین هست نحوه تولید بکینگ ترک و امیدوارم حالا واسه تون مفید واقع شده باشه. اگر که این ویدیو حالا خوب ویو بگیره، این چیزایی رو که گفتم میتونم داخل مثلا این نرم افزار میزبان یا این EQ که گفتم، این دیلی که گفتم، تنظیمات حالا دقیق ترش رو میتونم داخل یه ویدیو جداگونه از خود کامپیوترم ویدیو بگیرم و بهتون نشون بدم که حالا دقیق تنظیماتشون به چه شکل.